أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب درباره صبر دو سه جلسه صحبت شد. یک آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلاح و رستگاری ما در چیه؟ به کی خطاب میکنه؟ به انسان خطاب نمیکنه. انسان نمیتوانه که صبر کنه. انسان هم یک شهوت داره، غریزه شهوت داره، غضب داره، صد تا غرایز حیوانی دیگر داره. او نمیتوانه. نه به انسان میگه که انسان بیا این کار کو، مثل که تو به بچه کوچک نمیگه که بیا دانشگاه برو. او بچه کوچکه که دانشگاه ببوری چیزی که استاد میگه او نمیفهمه اصلا. اینجا قرآن خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا، شمایی که به خدا خیلی فرق میکنه. یک دفعه به عنوان انسان در قرآن داریم، چندین جا به انسان هم خطاب شده. او سنخ خطابات دیگه سنخه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، او خیلیه، او دیگه سنخه. اما خیلی جا هم به انسان به عنوان انسان خطاب نشده، به این عنوان، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که به خدا ایمان آوردن. کسی که به خدا ایمان میاره با او انسانی که نمیاره زمین تا به آسمان فرق میکنه. ای اول ایرم بفهمیم که قرآن میخوانیم اینا رو فکر کنیم. انسانیت خیلی خوب انسانه بهش خطاب میکنه. چندین جا در قرآن یا به خطابای اردو یکی تقریبا، یا ایوه الانسان یا ایوه الناس. اینجا یک دو نوع خطاب، یک نوع خطاب هم اینجایه، یا ایوه الذین آمنو، او انسانی که تو ایمان داری. وقتی که ایمان داشتی نه برای خود اول فرض میکنی نه آخر. خود جانش نماینده خدا در روی کره زمین میدانی. اینی جایلون فی الارض خلیفه، خلفاء الارض، خود نماینده خدا در روی زمین میدانی. با اونام به تو خطاب میشه، به پیغمبرم. مال الان یادی نیه که به قرآن گفته باشه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا ایوه الرسول، یا ایوه النبی. خیلی مقام میده به پیغمبر. تو فرستاده ما به سوی تمام انسانهای روی کره زمین تا قیامتی. این مقام خیلی بالایه. بعد از او قضیه رسالت و نبوت این خیلی مقام بالایه. یا ایوه الذین آمنو، به ما و شما خطاب میشه. شما ایمان دارین به ماورای طبیعت. از لازمه ایمان اعتقاد به قیامت که تو نابود نمیشی، از بین رفتنی نی. برای یک سال و 50 سال نیامدی، برای ابدیت آمدی. خالدین فیها، دوزخ یا بهشت، تو همیشه هستی. ما تو را انتخاب کردم. یا ایها الذین آمنوا، وقتی که استعدادت به این اندازه که ایمان خدا به تو داده، وظایف خودم دیگه فراموش نکو. یک نفر میاین مردم به شرای میدن به ریاست جمهوری مثلا، که برو مشکلات سیاسی و اجتماعی و علمی کشور افت کو، امنیت برقرار کو. او میره میشینه به قصر ریاست جمهوری مثلا، میگم رقص میکنه یا قمار میکنه. این مقام مناسب همی کاره. این مقامی که ایمان به تو داده و میگه تو جانشین می در روی زمین، جانشین یعنی نماینده. این مقام برای همیه که می تو بیکار و عاطل و باطل باشیم و هیچ مقاومت نکنیم و بی عرضه. میگه نه، باید وظیفه بشناسیم. یا ایها الذین آمنوا، در زندگانی فردی خود باید صبر داشته باشی.
گرسنگی داری، تشنگی داری، دستخ به مال مردم دراز نکنی در موقع تنگی، پسر خود دوست داری، دختر خود دوست داری، زن خود دوست داری، الان شب عید پولم نیه، حتما باید رشوت بخوری، حتما باید بروی به دروغ قرض کنی که پول مرتکر ندی، این کارار نکنی، صبر کو، صبر کو، مقاومت، ای والذین آمنو با این شرافت ایمان نیک صبر کو. مریضی کفر گویی نکو، خدای تو همیشه ما و بچای مر مریض میکنی، ای تو آدم شیطان آدم وسوسه میکن. در تاریخ میگن که یک شیخ علی بود، یکی حجی علی بود، همسایه ها بودن میشناختن هم دیگری، او حجی علی پولدار بود، شیخ علی ملا بود دیگه، او مریض میشد، این شیخ علی مریض میشد، که مریض میشد نگفت ای خدا زور تو همیشه به شیخ علی میرسه، به حاجی علی نمیرسه، او پول داره، او چرا مریض نمیکنی؟ خب این حماقته، مریضی نظام کائنات میآید دیگه، او از سب علل طبیعی خود نه حاجی میشناسه، نه دکاندار، نه ملا، نه کارمند دولت، نه جارو کش بلدیه و نه رئیس جمهور، اینا قانون عمومی طبیعت که بر اما میایه، آدم برای چی بیایه ناسپاسی کنه یا بر قضا و قدر ایراد بگیره؟ مریض شدی برو کوشش کن که دکتر برو دعا بکو، هم سبب معنوی رو به جا بیار دعا کن، هم سبب مادی رو به جا بیار دکتر برو، بر قضا و قدر ایراد نگیری، در زندگانی خصوصی خود صبر کو، خیلی اوسای خود جلوگیری کو، یا ای والذین آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا چیه؟ از ماده مفاعله مصابرت، یکی صبرت یکی مصابرت. مصابرت ظاهرا در زندگانی اجتماعی فشار می آید، یک طرفه نیه، دو طرفه هست، مثل که در یک ازدحام مردم میرن، ای بالی زو فشار میاره، او بالی زی فشار میاره، میگه صبر کو. پدر مرده، چهار تا صغیر مانده، تو هم مفلس، تو هم زن و بچه داری، پولای صغیره را میخوری، میبینی اگر حق خود تنها بگیری باز بچهایت گرسنه میمانه، حق برادرها را میگیری. و صابرو، در زندگانی اجتماعی صبر داشته باشید، تا که یک شب او همسایه صدای بلند کرده تو را از خواب بیدار کرده، در همسایه را میزنی طرف طرق، او احمق چرا صدای بلند کرده به این نیمای شب مار از خواب بیدار کرد. و صابرو، با ای قدر با ای زودی آشفته نشو، او همسایه تویه، یا قدر در مقابل مصیبت همسایه صبر کو. خیلی ها که زن و شوهر میشن به شش ماه اول به طلاق میرسن، اگر طلاقم ندین زندگانیشان زندگانی حیوانات، هر روز جنگ بخانه، شوهر مثلا که زور داره سلی میزنه، زنم فوشکاری میکنه، ای چی زندگیه، ای ای زندگی حیوانات. زن در مقابل قلدوریای شوهر یا نفهمیای شوهر خود صبر میکنه، مرد در مقابل ضعف بدن، در مقابل که زن کار نکرده لجبازی کرده باید صبر کنه، اگر زن و شوهر بخواهد زندگانی شیرین باشه به کام یادو، هم مرد در مقابل تخلفات زن باید صبر کنه و هم زن در مقابل تخلفات شوهر باید صبر کنه. خوب میشه، به اندک چیز آشفتگی میایه بین زن و مرد، خانه جهنم میشه، خانه برای محبته، لبخند، محبت، زنم از کار خانه خسته میشه، مردم خسته میشه، خانه باید جای میدان جنگ نباشه که تو کنایه بگویی او بگوی او فوش بدی و تو فوش بدی، حساب تو هم خورد میشه، حسابی او هم خورد میشه. اما اگر یک کمی صبر و حوصله باشه زندگی خیلی شیرین میشه، گوارا میشه. پدر و مادر میتونم، زن و شوهر، پدر و مادر، خواهرها با خواهرها، برادرها با برادرها، برادرها با خان،
خواهرا. خانه باید خیلی با نزاکت اخلاقی اداره شود. خیلی اوصله کن آدم. اگر میخوای که زندگیش هم زندگی معنویش درست شو هم زندگی مادیش. خیلی مردم پول دارن، ماشین دارن، امکانات دارن، خیال میکنی که اینا چه خوشبختن. اگر داخل خانهشان بروی جهنمه، جهنم. هر روز جنگ، دعوا، بدبینی، ناراحتیه. ما باید خانه رو به دست خود جهنم درست نکنیم. در مقابل امسایه ها، در مقابل او کسی که با او در دکان شریک معامله در یک وقت او اشتباه میکنه، زود شعلاور نشو. تو هم اشتباه میکنی، یک کمی بر اعصاب خود صابروی نمیه. چی؟ دستورات اینا دستورات آسمانی نورانی مطابق فطرت. هم در زندگی فردی خود صبر کن، در مقابل هوس بازی های خود دست خود آلوده نکو، بدن خود آلوده نکو، روح خود کثیف نکو. در مقابل مشکلات، مرض، فقر، حیثیت و کرامت انسانی خود حفظ کو، صبر کو. دنیا به یک قسم نمیمانه، هم در مقابل هوسا و هم در مقابل انجام وظایف خود. کارای شخصی، نماز، روزه اینا رو مقاومت کو، رفتن به امسایار، پیش رفتن پیش اقارب. فلانی به فاتحه پسر من نیامد، برادرم نیامده، به خدا قسم که او بمیره با فامیلش یک جا من نمیره. حماقت نکو، برو. او اشتباه کرد که نیامد. سله رحم تو تو قطع کنی، او قطع کنه، خدا از اردو قطع میکنه. این روایت داره. برو با خویشاوندان خود صحبت کو، خنده کو. اشتباه این، یک روایت از امام جواد داره، نیک بین خود و بین طرف در زندگانی اجتماعی ترازو مسخال نمان. ترازو مسخال که بزازا زرگرا طلا میفروشن، او خیلی دقیقه که زیاد داده نشوه. او ترازوی که با او برنج میفروشن، این غیر از ترازوی که سنگ میفروشن. نیک بین خود و بین اونا مثلا ترازو مسخال نمان که با یک مسخال آشفته شوی. اگر این کار کردی میگی نمان، و الا لم ترضى ابدا، هیچ وقتم راضی نمیشی. راضی همه طوره، زندگی ناراحت میشه، زندگی ناگوار میشه. او به تو سلام نکرد. یک روز خبر شده که یک چند تا فوشم بداده، غیبت طور کرده، دروغ افترا بسته، خود کار بنده است. او که دیدی چشمک مثل گرگ طرفش بالا نکن. آقا شما خوبه؟ بخیرین؟ الحمدلله. و هم آخر از خر شیطان پایین می آیه. خیلی خوبه. ای در زندگانی اجتماعی، صابرو در زندگی فردی. یا ایوالذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. رابطو را یک معنای دیگه کردن که هو الان نیه، رباط که در سرعدات اسلامی انسان باشه. مثل که الان دولت هایی کار میکن، تمام دولت ها در سرعدات خود گمرک دارن، پلیس دارن که قاچاق نیای، قاچاق نروه، مخالفین جاسوسان نفوذ نکنن. او رباته، یک او رباته که میرفتن در صدر اسلام، در سرعدات کشورای اسلامی که کفار هجوم نیارن ناگانی. او یک ارتباط و رابطو. یک معنی دیگه و رابطو ممکنه، ممکنه که او معنی مراد باشه. من الان نمیخوام جازمان او رو بگم، ممکنه که این مراد باشه که و رابطو انسان مثل حیوانات نیه. حیوانات دیدی صبح سوراخ بیرو میشن، یا از حیوان پرنده از بالی شاخ درخت حرکت میکنن که برای بچه های خود غذا بیارن. از ما و شما ای پرنده ها خیلی میره با امون جسه ریزی خود. بعضی اوقات روزانه 100-200 دفعه یا بیشتر میرن و میاین که بچه خود سیر کنن. خیلی مشکل دارن اونا که پرنده ها که کیسه نداره که یک دفعه همه قضاعت جمع کنن میارد بگذارن. خب بدن با اون نولی کوچک که خود میگره میاره و میده، میاده و میده، او میاره با امون دا نولی کوچک خودش.
اینا زندگیشان فردیه. یک گنجشک یا یک حیوان چارپا در دیات یک چیز میخوره در بشت و بیابان، یک چیز میخوره، هوان گیرش میخوره میخوره، به هیچ کس محتاج نیه. پرنده همه طور، اگرچه بعضی حیوانات اونام زندگانی اجتماعی دارن، زنبور، زنبور اصل، موریانه و امثال اینا، یک حیوانات زندگانی اجتماعی در حیوانات درنده رو میبینن دیگه، با نر و ماده و بچه همه یک جا مثل شیر پلنگ زندگانی میکنن، زندگانی اجتماعی هم دارن، غالبا زندگی انفرادی دارن. انسان اون قسم نیه که سرخ پایین بندازی بروی، تو با کمال برسی. زندگانی ما زندگانی اجتماعیه، ما انسانیم. حتی بعضی ها میگن که انسان در تعریف انسان گفته مدنی، اون به طب به طبیعت خودش مدنیه اجتماعیه. زندگی فردی ما تو نمیتوانیم، تو چکار میکنی؟ فرض کن که رفتی زرگری میکنی، لباس چکار میکنی؟ یا خیاط میخواه، یا کارخانه میخواه که لباس درست کنه، تو گوشت میخوای که بخوری، زرگر خوبی، ولی با خانه افتابان میخوای، تو محتاج به مسگری، تو محتاج به بزازی، تو محتاج به دکتری، تو محتاج به ازار تای دیگهی، تو نمیتو، ایچ کس نمیتوانه که اوائج خود برآورده کنه به تنهایی. تو یک کار میکنی، او یک کار میکنه، او یک کار میکنه، مرد از خانه از بیرون پول میاره، زن میای میشینه او را پخته میکنه، میپزه برایت میاره، لباسای تو را میشوره. مثلا مرد یک کار میکنه، زن یک کار میکنه، کل زندگانی ما اجتماعیه. ما نمیتوانیم انفرادی کار کنیم. اینمی اجتماعی بودن ما یکی دینم از نظر عقلی ضروری میشه که باید انسان تابع قانون باشه. بر اجتماع اغراض مختلفه. شوهر دلش میخواه که زن مطلقا کنیز باشه، زن دلش میخواه شوهر مطلقا نوکرش باشه، غذا رو بیاره هیچیم بهش نگویه، پخته کرد نکرد. یا قانون میخواه بین زن و شوهر، بین امسایه و امسایه، بین دو شریک در یک دکان، بین اعضای دولت، بین یک ملت چند میلیونی در یک کشور قواعد میخواه، قوانین میخواه که هر کس به شغل خود عمل کنه. این میگن قانون. اینمی دین دیگه، دین میخواه بشر اجتماعیه. یک احتمال، من نمیخوام قطعی بگم، یک احتمال در رابطوهیه که یعنی بین خود ارتباط برقرار کنه. انسان مدنیون به طبعه. حالا یار درست نیه که انسان مدنیون به طبعه، این ندیک بحثای علمیه دراز میشه، من این قبول ندارم. نه، انسان مدنیون به طبع نیه، انسان به عصب حوائج خود مجبور میشه که به اجتماع تن در بدیه، چون اما کار نمیتوانه خود اجرا کنه، اما یه حوائج خود یک فرد تامین نمیکنه. باید با هم مشترک باشیم، بازار باشه، یک کار کنه، یکی مسکره، یکی زرگره، یکی بقاله، یکی عطاره، یکی کارخانه یخ داره، یخ تولید میکنه، یکی لباس تولید میکنه، یکی دیگر ظرف و ظروف تولید میکنه، یکی به دیگری محتاجیم. این احتیاجه که انسان مدنی درست میکنه، و الا طبیعت انسان این کار قبول نداره. چون در اجتماع که آمدیم باید برای حفظ اجتماع هر همه افراد باید یک مقدار از خود گذشت داشته باشن. کس قبول نمیکنه، میگه دیگرا گذشت کنم، من گذشت نمیکنم. اجتماع به هم میخورم، اجتماع به هم میخورم. لذا انسان نه به خاطر طبیعت خود، به خاطر احتیاجی که به ام دیگری داره مدنی میشه. وقتی که مدنی شد قواعد اجتماعی میخواه، حقوق فرد، حقوق اجتماع، کارگر، صدها حکم دیگه، معاملات میآیه، حفظ نظام میآیه، با قوانین محتاج میشن و انسان ها باید با هم ارتباط داشته باشن. حالا بقیه آیه انشاءالله برای پنجشنبه آینده. و الحمد لله رب العالمین. صلی علی محمد و آل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.